26 روز خرداد ماه برابر با 16 ژوئن، سال 247 خورشیدی برابر با 868 میلادی، یعقوب لیث صفار برای اولین بار پس از ورود اعراب به ایران توانست شهر کرمان را از دست حاکمان عرب آزاد کند. وی بلافاصله دستور داد مکاتبات به زبان عربی که او نمی‌فهمد انجام نگیرد. این در اصل بهانه‌ای بود تا پارسی بار دیگر زبان رسمی ایرانیان شود و رونق بگیرد. یعقوب همچنین دستور داد تا برای حروفی که در عربی نیست و در فارسی تلفظ می‌شود خط الرسمی مشخص شود و از بکار بردن حروف خاص زبان عربی از جمله سات و زات و مانند اینها در واژه‌ها و اسامی فارسی خودداری نمایند. تکمیل این تغییرات و رسیدن به خط الرسم فارسی امروز تقریباً 80 سال به طول انجامیده. سال 1336 خورشیدی برابر با 1957 میلادی، عضویت ایران در سازمان خاروبار جهانی یا فاو که سازمانی بین المللی است و برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیلات و تأمین غذای مناسب برای همگان به کشورهای در حال توسعه کمک می کند. هدف این سازمان بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی است. مبارزه با سوء تغذیه با ارائه اطلاعات لازم به کشورهای مختلف از دیگر اهداف فاو به شمار می آید. مرکز این سازمان در شهر روم در کشور ایتالیا می باشد. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، اولین زن فضانورد جهان والنتینا تروشکوا از شوروی پرواز فضایی خود را با سفینه‌ای به نام وستوک 6 آغاز نمود. او 2 سال بعد از پرواز یوری گاگارین اولین مرد فضانورد جهان به فضا رفت. سال 1344 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، در پی ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت، حاج صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفار هرندی عاملان این ترور به جوخه اعدام سپرده شدند. محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفار هرندی که سالها پیش از این تاریخ در جلسات حاج شیخ علی اصغر هرندی با هم آشنا شده بودند، پس از چندی به هیئت مؤتلفه اسلامی که پس از 15 خرداد سال 42 مبارزاتشان با حکومت پهلوی را مسلحانه دنبال می کردند پیوستند. اندکی بعد محمد بخارایی که برای مبارزه مسلحانه مستعد تشخیص داده شده بود برای شرکت در جلسات آموزشی معرفی شد. شرکت در این دوره های آموزشی باعث می شد تا جوانان این گروه نخست از لحاظ روحی چنان دچار دگردیسی شوند که به سادگی دست به ترور بزنند. بنابراین با اتمام این دوره‌ها محمد بخارایی در عملیاتی که به نام عملیات بدر می‌خواندنش، حسن علی منصور را که قصد داشت برای پیگیری لایحه شرکت‌های نفتی آمریکا و انگلیس وارد مجلس شورای ملی سابق در میدان بهارستان تهران شود را با شلیک 3 گلوله ترور نمود و در حین فرار دستگیر شد.